השם השם נעשה ונעשה ליה תורה וציווה לנו משה ומשה אחרי על יעקב שעה שבת עשים ועצב רעי לבוא על הפה הלכה שבת מכונים הרב לזו הלכה היה שבת נוקסי אירו המוזנדי עד תורה תן הרדושה עד מזמת אז קודם פעמון דה על מסכת אלף נחות הרב בידרמן לדימי לך זה רמי פעמון יש את הקדו יחוב הרדוש חוד הזה בישראל והתאמום אינו אבל זה פחד יסורים כעסניש. אלף ספרי תורה או עולם הבא. ומפעמון כבחתי הרדוש והולכו בסרטי הסתרה, זה נפושי דעס, היה סופים את זה. אז פסחתי אדם מקשה, בודון בשקעי מוקדמיה וביה. ויש לך אדם נבד מהיוס בשה. סור כאדם מהיוס בשה. כאותו כערה בן ישחיים ילגי את זה ידם ינפד כמו הגיל נשסם, כמו הגיל מקונה, אז זה נשסה סופסה, אס נשסם, כנדל מריאם נגילה, הנה הפעלים שנגידו מהיוס נמי, שנגידה מה כיף על מקונה, נחוב, כמו הגיל נמי, זה מי יכול לזל, נגידה מהיוס נמי, שנגידו פעל לדובר מי, גם ג'ירה, אמר כזה נמצוא למכונים, ועבוד את השם האנג'ר המדי, זה אדם שפילה מכונה, זה הגיל שנשכנו בעד מהיוס, ואז זה מכן, רדש פולחו, האמת שגל לחוב ידם. הרדוש ברוך הוא, את זה בעלי מקום, זה המון חודש בלי מקום. אני אגיד, תעריף מקום על רבי דלמן, יש אחת סעדת עבודה. דער, שערי, ויאלי מייסבורג. ויאלי מייסבורג, ואונג'ה, יש מושה, רבי מושה בודה. רבי מושה, באמרו, המסרש, דוטו שמון תפיה רוז פוט מקונה, דער ראש חודש סטיבונה, סאול לפיינז אור אחסד ופיינז ג'או ואהשט. ודום בו דסרשון, ואוגן, תנדין דורי אוי זיאדי פוסטרשון בג'ו מזרן. דור מבורך. כמה שם חודה אותה עשו, לבוא דקה השמן ג'ו מזרן. אז המעשי תערף מקונה כ... בצזה חוצי אינו נג'ר כדי כדן ועומרשון בידר ג'רסידה. תעריף מפני כצ'קר כדי. כי דורי חודשון ונדה מודן דורי ועדשון המגעדש. לפעמים דעל שער גור המרה יריב עם משה כדור תעריפש מקונה הזדבז מקונה באמסרש כי האמסרש יתימי בודה אז פדר מודן. יתימי בודה. از فامیل روزنبرگ اینا در سال 5690 ازدواج میکنن بعد پدر دومادو فوت میکنه که اسمش روی آرون بوده برادر بزرگو که اسمش آرون بوده موظف میشه که رفق روز تعمیل کنه حالا این چون تازه ازدواج کرده بوده چکار میکنه برای که اتنه خود اینا رسخو بشون بده از رومانیا برادر و بزرگو میره اینا رومانی زندگی میکنه تو کشور رومانی هست ریالنسبورگ بعد میره توی امریکا که بتونه بیشتر در بیاره که بتونه به برادر خواهرش هم بتونه رزق بده مادر رو هم بده بعد که میره تو امریکا مادر رو میگه اینقدر ناراحت پسر بزرگو بوده که حتی رو تخت نمیخوابیده رو زمین میخوابیده گوشت هم نمیخواد در پسو گوشت نمیخواد که بچه اونجا اولا خراب نشه بیر آمریکا رفت دینش هم از دست نده و خیلول شبات اینا حالا این هم بخواد که خیلول شبات نکنه نرفته بوده زیر دست کسی کار کنه تو آمریکا خودش اطمایی شده بوده رنگ کار شده بوده خیلی هم وارد که نبوده میگه من رنگ میکنم نرفته رنگ میکرده خب رنگ ها قدیمه ها میساختن دیگه نخلود میکردن بعد یه رنگی هر مثل یه نیست که مثلا کار خونی باشه که دقیق بودنن چه رنگی رنگ میزده در میموید صاحب خونه و میگه خب دیوارو با یه دیوارو رنگ شکی نیست نه خواه سلام علیکم و خبا میگه مگه تو نمیدونی الان اگه ایمان بیا مگه تو نمیدونی الان مود ستایل آخرین ستایل ماره پاریس این بوده که اینجوری رنگ میکنن میگه تو خبر نداری اینا خب خجالت میکنیم تا حالا ما امارت هستیم نمیدونیم بلش دارن نه اینا ازدواج میکنن برادر بزرگو از امریکا
یه پولی بهشون براشون میفرسته، میگه ببینید این پولو بذارید، مایه بذارید، جایی جای سرمایه گذاری کنید که بتونید حالا اول زندگیتونه خوب بتونید که بالاخره نفس ببرید. اینا خب دو جوان به انتها ازدواج کرده بودن، پول میذارن از این روز به اون روز روز به روز کم کم ازش میخورن، تموم میشه به جایی که بخوان خرج کنن تموم. و گشت نهی دوباره میخورن. خب نبوده، سخت بوده اونجا. دوباره برادر رو خبر پیدا میکنه، دوباره زحمت میکشه، پول جمع میکنه، میفرسته براشون از آمریکا تو رومانیا و بهشون شرط میکنه، میگه ببینید من بهتون دارم شرط میکنم، عقلتون به کار بندازید، این بندازید تو کار، نفش بشینید زندگی کنید، نمیشه که اینجوری که بهشون میگه. خب قبول میکنن و قول میدن و میرن این ور میرن و ور میگردن، یه جایی تو مرکز شهر یه جایی پیدا میکنن، میرن اونن یه اتاقیه، یه اتاقیه اونش چیزای الاشغال توش ریخت. یه خیلی هوشش خوبه، عاقل بوده و فهمیده بوده، میگه اتاق خوب اینجا مرکز شهره، اینجا خوبه، بیاین تمیز کنیم و از کارش بودیم اینجا رنگ بزنیم و طبقه بندی کنیم اونجا کنیمش مغازه. خیلی خوب میگه جماعت اینجا خوب مردم چقدر جماعت رند میشن، هم کارا میکنه، پولی که داده بود میذاره. خب بالاخره باید کارو میندازه تو کار، میره چند جارشه، میره بهش میگه خیلی چند قروشیه جارش چی بوده، خونه رگ دونی بوده، چند پروتایی میگه اجاره. خب ولی پول میداده داخله، میداده رنگ میزونه، تمیز میکنه و مرتبش میکنه و بعد جایی که آماده میشه میخواد بره تو تا به مغازه میگه اوه آه عجب چیزی شده، من همچی جنسی همچی علمتی درست رو متخب بر نداشتم. وقتی نگاه میکنه میدونم که علا جایش میدونم، میگه آره من پشیمون هستم، یعنی بنده خدا خواهر رو دیستگاه کنم. میگه ببین حالا که و من پشیمون بیدم، میگه نه من پشیمون هستم، نمیشه میگه های اجازه بدم داره مزنم بپرس. میره فرزنش میگه با ایجوری با زنو، میگه یهودی مبکش توبه تنزه، این چه خبر؟ میگه یهودی ازت خوبی میخواد، یه مال یهودی بوده، یهودی میگه بهم خوبی کن، خب میخواد بهش بده، همونطور هم میکنم بهش میده. میگه بعد از این که بهش میدن یه دو هفته بعد صاحب مغازه او از بین میره، اگر نمیدادن بهشا اینا خودشون میخوردن، گفتن به خاطر ما یاد میدن. اولی دو منم خیلی گذشته میکنن، حالا این تموم نمیشه داستان شد. اینجا وقتی که برادر رو دوباره میفهمه که این دوباره دست خالی موندن و دوباره ایچی جیبشون خالی مونده و ایچی نمونده، پولشون همش رفته تو چه افتاده ایچی، خب بهشون دیگه اینجوری نمیشه، شما بلند نیستید، بلند شید بیاید آمریکا، معلومه تا دمتون کنم من بتونید آزیدم اینجا همینجا درستون کنم. خب پولی برای فرسی برای پولی یا همه شون میفرسته و خانواده همه شون با اینا آخوانا که داشتن برای میشن میان توی آمریکا. و اینا بعد از که پول جمع میکنن بلیط قایق با کشتی میرن، آخرین کشتی بوده که قبل از اینکه جنگ جهانی شروع بشه از زمانی اومده بود آمریکا در سال 5699. اینا نجات پیدا میکنن، یعنی همین که میان دیگه کشتی که بعد از نمیمونه، خودشون هم خانوادهشون اینا میان و به امیز خوته میگه پسرش که سر این تعریف میکنه، میگه نمیدونه کسی نمیدونه واقعا چرا اینا دو تا روز از این رفتن، شاید این گزارایی بوده که اینا جنگ میشده اصلا بعد بوده زودتر اینا از بین برن و همونجا تو جنگو، ولی اینا 60 سال عمرشون اضافه شده تازه بعد از این مسئله او. 60 سال بیشتر عمر کردن تازه بعد که اومدن، فقط به خاطر که گذشته کردن اومدن. ولی میبینی که اینا با هم دیگه هم خوب کردن. و میگه وقتی بعد مرد با بیان گفتن گفتن خیلی مستایی که این محصول تعریف کنن که بودن آدم گذشت که میکنه همیشه دستش دست بالا، یعنی ایش فقط هم از گذشت ضرر نمیکنه. خب اصلا میدونم آخی زکر نکتور دادم رو اعمال خوشکار کنه رو داد چند براخه. در میگردیم تو علاقه شباد، علاقه فصل 52 هستیم، علاقه
62 راجب امیرال گوی صحبت میکنه. دستو دادم به گویم تو شبات گفتیم که جایی که میخواییم به گویم دستور بدیم، جایی که برای میسوا هست یا برای جماعتی کار جماعتیه یا برای بیمار هست یا اگر برای دور خرابیم برای شلوم برای سول و صفا هست همیتون یا ضرر سنگین که باشه گفتیم اینا میشه بگوییم بگن کاری که در ربانانه انجام بده و در بعضی برخی وضعیت ها رو بس کرد که آیا واقعا دولایت ها در ربانانه گفتیم بعض موقع دولایت ها اگر که باشونی انجام بدن در ربانانه تبدیل میشه ولی نه همیشه باید هر کیسی مورد خودش مشخص بیار خواهی بعدی راجب ریبوی به شعورین یعنی یه کاری که تو شبات دستوره مثلا پیکو اخ نفشه و اجازه دادن برای پیکو اخ نفش که خطر جونیه حتی توسط اسرائیل کار انجام بدن هر کاری یه خوخ خورد خوراکه یا رانندگیه یا هر چی کرد یه آیا آدم میتونه بیشتر از اون چیزی که لازمه یه پیکو اخ نفش هست انجام بده و جواب میگن نه اون چیزی که متره ولی ریبوی بیشتر از اندازش متره اون چیزی که میتونه طرف رو نجات بده تا اون حد مرزش خیلی به خاطر این باید سنجی دادن بودونه تا اون حد متره شبات خیلی روز کنه دیگه بعد از اون آدم نمیتونه که خواهر شبات رو خیلی روز کنه میتونه جاز بودن بنابراین اینجا میگه اگه اسرائیلی که خوراک میپزه شبات برای بیماری که تکنایه باعث خوراک بخوره اسرائیل هم میتونه بکنه درسته؟ این مورد دو اصوره که بیاد یه تیکه گوشت تو دیگو بندازه حتی برای یه بیمار دیگه بیماروخ این بسکانه یعنی یه بیماری داریم دور از اون خطر داره خطر تحلیلش میکنه گفتن مثلا باید یه روم مرغی بکن که خوب بشه از خطر از اونش یه مرضی هم تو تخت افتاده گفتیم خودش این با تکانه مرد تو تخت افتاده ازش کار ازش نمیاد نمیتونم واقعا تفکر نمیتونم بکنم و یه خود رامه میفتی ولی خطر نیست حالا میگه این مرغو داری درست میکنیم برای این که جونش نجات بدیم خب مرغو خب گوش میذاریم به جایی که یه رون بذاریم یه بلکه هم بزنیم بقل لحظه یه دوتا رون درست آیا میتونیم کار کنیم؟ میتونم که نه با وجودی که تمام آنی دو تا مریض داریم یه مریضی که تو خطره یه مریضی که تو جا افتاده او هم حال نداره ولی تو خطر نیست یعنی میتونه میگذرونه همجوری حالا درست حال نداره نمیتونه از جاش باشه ولی خطر جونی نداره یکی که خطر جونی داره دکتر گفته باید بایستی براش مرغ بپزی همین الان مرغ تازه بخوره حالا ما نمیتونیم بیایم رومه بکنیم دوتا بگیم خب هم مریضه خب هم بخوره حسوره همین داره به ما یاد میده هنخواه داره میگه جایی که متعار کردن که شبات خیلول کنیم که جونه نفر نجات بدیم اگه کسی هم مریض باشه و داریم خوراک میپزیم اجازه نداریم که اضافه کنیم تو خوراک پختنه و بعضی ها میگن اضافه کردن ایسورش از توران بعضی ها میگن از خخامه می ولی در صورت اضافه کردنش از توران اگر که تمام بحثشون که یعنی بعضی ها میگن از توره بعضی ها میگن از خخامه می که اگر یک تیکه گوشتو قبل از این که دیگ بذاره رو آتیش مثلا دیگو رو زمینه دیگه مرغو یه موقعی دو تا رو من نداشتم من برای اسرائیل رو خواهم بکنم برای اسرائیل مطرد من نداشتم بار خواهم. تمامه که میگن اسرائیلش از سرای یا از خخامنه بازم دو تا شاسوره نفکام اینا که گویم بکنه یا نه الان میخوام در ادامه بگیم تمامه ای داستانی که ما میگیم که اختلاف نظره که آیا این دیگو که توش گوش گذاشتن چه موقعی گذشته توش قبل از که بذاره رو بار الان آب ریخته مرغ هم توشه دو تا مرغ میذاره یه چی یه دو تا مخدر توی مخلوقات که آیا ایسو دورایت هم داره بعدش میذاره رو بار ولی اگر همونجور که مرغو گذاشت رو بار گذاشته
بیاتش دیگه دوم رو بندازه توش، 100% همه که قبول دارن که یه اسطور هست، یعنی توی هم مخلوقه نی اسطوره، دو تاش اسطوره، ولی اسطورش اسطورانی از خخامیم، فرقشی به خواهده که او که از خخامیمه ما میتونیم توسط گویم انجام بدیم، فرقشیه. به هر صورت جایی که ما میخواییم اضافه کنیم توسط اسطور اسطوره اسطوره، توسط گوییم جایی که میسوا باشه، مثلا گوییمی که داره برای مثلا گوییم میتونه برای کی بپذره؟ خولش این بسکانه اسرائیل میتونه برای خولش اش بسکانه بپذره؟ اسرائیل میتونه برای بیماری که سکانه داره بپذره؟ گوییم میتونه برای بیماری که حتی سکانه نداره، ما گفتیم اینجا دو تا مریض هستن، یه مریضی هستن که سکانه داشت، یکی هست سکانه نداره ولی خولش چیزه، خولش این بسکانه، یعنی تو داخل رخت افتاده، او هم حال نداره ولی سکانه نداره. برای او که سکانه داره اسرائیل میتونه خوراک بپذیره، برای او که خودش این با سکانه از خطر از سرش رفت شده ولی هنوز نمیتونه رو پا وایسته، برای او بیماره توسط بویم ما میتونیم خوراک بپذیریم. امیرال گوی برای بیماره اسرو دورایت ای اسرو تورایت، برای بیمار چون ما بگوییم که میگیم درست میگید از خامنه، هرچی که ما بگوییم بگیم از خامنه، ولی کاری که گوییم میکنه مهمه، کار دارا داره انجام میده یا کار داره بنا آتی شوشن کردن از دوران، ما بگوییم میگیم آتی شوشن کنه یا که خوراکش بپزه پختن بیشول هم از دوران. حالا در جایی که بیمار داریم، حتی بیماری که سکانه نداره، یعنی خولش هم با سکانه، بیماری که حالش خوب نیست ولی خطر تعدیدش نمیکنه، میشه بگوییم بگن برای همچی بیماری یه تیکه دیگه گوشت اضافه کن. مثلا ما اومدیم برای کسی که خطر داشته دیگ بار گذاشتیم، گفتیم خطر داره یه ایرون موقع با بخور، خب یه مریضی هم اونجا مریضی برای او اسرائیل نمیتونه بپذیره، گفت مریضی که نمیتونه ازش بلند شه، حال نداره، تب داره، نمیتونه دو قدم بره دوباره، نمیتونه قوه نداره راه بره اصلا، ولی خطر نداره، خطر تعدیدش نمیکنه. بعد استراحت کنه، دارو بهش بدن، تقویت کنه، بعد تقویت، خب ولی تو خطری نیست که مثلا الان دکتر نگفته که این خطره، همه چیش چیزه، ولی بایستی که استراحت بکنه، بایستی که تقویت کنه. حالا توی وضعیت او اسرائیل نمیتونه یه دیگه درون دیگه بندازه داخل یه دیگه که برای کسی که خطر داره درسته، ولی اگه گوییم اونجا باشه میتونه به گوییم بگه آقای گوییم این که مرغو یه ایرون دیگه بنده برای مریضو. گوی میتونه براش بپزه، امیرال گوی، امیرال گوی برای خولشن و سکانه متاره، جایی که خولشن و سکانه داریم. الان چند تا نکته علاخایی با هم آورده توی علاخایی، میدونید چون قبلا که گفته بودیم امیرال گوی متاره برای خولشن و سکانه، چون این هم خیلی مهمه، نه هر خوله ای، مثلا هر بیماری هم نمیشه، هر مریضی، چهار دست بیمار تو علاقه برای ما در طبقه بندی میکنه. درست میفرمایید. و اگر ما بگوییم بخوایم بگیم برای آدم سالم که مثلا فرض کن یادش رفته چرا روشن کنه، نمیتونیم بگوییم بگیم چرا روشن کن، چون برای آدم سالم هلخا اجازه نداده بهمون سور سوراخ بگوییم بگیم انجام بده. این آدم سالم هم میتونه یک کمی نورزی برای نازو بر باشه وارده کنه، یا اگر آدم سالم هم بخواد بگه باید کار بکنه، باید گوییم از او کارو که میکنه استفاده کنه و به رمز باید بگه، نمیتونه بهش دستی رو بگه. ولی برای با دست نه، باید با توضیح، با سیپور، باید داستان داره تعریف میکنه بفهمه. ولی برای بیماری که سکانه داره
خدا اسپری میتونه انجام بده برای بیماری که سکانان نداره ولی حالش خوب نیست. گفتیم یعنی چی؟ نفعی نمیشکاب افتاده تو تخت ولی نمیتونه مثل آدم سالم راه بره، جون تو پاش نیست، قوه نداره، ولی خطری هم تهدیدش نمیکنه. مثلا تب خیلی 40 درجه نداره که بگید تب 40 درجه هم خطره، نوشته سوال تب داشته باشه. ولی برای همچین آدمی اسرائیل هم چکار کنه؟ گوییم میشه برای چکار کنه؟ میتونیم به گوییم بگیم که برای چکار کنه؟ کار دورایت انجام بده. حالا یه در این حال که میخوایم بهش بگیم میتونیم بگیم، حالا اینجا داره میگه، حالا ما مثال بودیم راضی به رونه مرغ، ولی چون که مسئله رونه مرغ بیشتر گوییم چشه حالا تو هفته هم، پس بنابراین بایستی بگیم چی بندازه پاش. مثلا فرض کنید شلغمی بندازه پاش، یا عویز بندازه پاش، کلم بندازه پاش، چیزی که خامش بشه بخورن. ما میلاده ولی دیوردیشن خواهد بده بود که مریضه میتونه بده. همدن اضافه نکرده، همدن نکرده، گفتیم من خودم هم بخورم. اگه برای خودش داره میکنه خب برای خودش، اگه گوییم برای خودش، گوییم اگه برای خودش بکنه بدون اینکه که بخواد زیاد بکنه و زیاد اومده باشه، اگر که مسئله بیشولگاهی توش نباشه چون برای خودش کرده که اگه مطاره که اضافه کنه همین داره میگه. یه تکیه دیگه تو خوراک تو دیک قبل از اینکه بذارن رو آتیش، گفتیم که این باید فرق کنه، قبل از اینکه بذارن رو آتیش یعنی زورایتا نیست، فقط تو دیک گذاشتیم. قبل از اینکه بذارن رو آتیش و اگر گذاشتن رو آتیش اسمو دورایتا میشه. پس بنابراین قبل از اینکه بذارن رو آتیش برای میتوا برای سورخ میتبا یا برای خلشن با سکنه چون باید اصلا جلب بدن داشت، درست؟ مطاره که تفسیری که ایسور بیشور گوییم توش نیست بگن انجام بده، چون که اینجا مسئله اضافه کردن تو شیوهیم یعنی میخوان چیز اضافه بکنن مقدارش زیاد بکنن ایسور توش نیست، مطاره که اضافه کنن برای میتبا یا برای خلشن با سکنه و ایسورش در بدنه. گفتیم توی مخلوقته که اگر دیگه قبل از که بار بذارن بندازه توش چون اختلاف نظره که در بدن دورایتا میشه گوییم بگن بنداز. حالا هلاخای 63 دوار شیستو شنیر به مخلوقت امیره لگول هست. یه جایی هست که الان که اشاره کردین اختلاف نظر بین پسکیمه که آیا موتره تو شبات یک کار رو انجام بدن توسط اسرائیل یا نه، و هلاخا هم سخت گرفته گفتن نمیشه. مثلا حالا میاره موتره همچین چیزی رو توسط گویم انجام بدن، چون که امیر علی گوی دستور که بگوییم نگیم گفتیم دستورش در ربانان، و چون میافته تو صفک در ربانان، صفک در ربانان لاکر میشه. مثلا چی؟ در خوراکی که آبکیه آبگوش پخته شده جمعه یخه، ما نمیتونیم داخلش کنیم، درسته؟ نمیتونیم بزنیم رو پلات. میتونیم بزنیم رو پلاتا؟ نه، چون که مخلوقته. آرامبام متعارف میکنه آرش با استور میکنه. میخوان آروخ لفتور که عدت به نظر آرش با که خوراک آبکی نمیشه مذاق کنه. الان هم علاقا همین هم هست. علاقا خوراک آبکی ما نمیتونه بزن رو پلات هم. طرف نظر از که تیمانی ها که طبق رامبان میرن انجام میده. ولی خب تخوش میخوان آروخ نیست. پس توی مورد الان مخلوقته. بین رامبان و آرش با. الان با می فرماد خوراکی که یخ شده باشه آبکی باشه پخته کامل باشه نمیشه گرمش کنه، آرش با میگه نمیشه گرمش کنه. پس اینجا اختلاف نظر پسکینه. پسکینه که میگیم اینا ریشونیم هستن، اینا که علاقه طبقشون شورخان روخ بریده. حالا تو این جایی که اختلاف نظر پسکینه الا یه سنفه دیگه اینجا داره به ما خیلی دوش میده و به ما یاد میده که اختلاف نظر دارن
که آیا بیشول درش هست یا نیست. چون الان ما میگه نه بیشول پخته شده است دیگه، بیشول توش نیست، فقط درش میکنه. الان تو میگه نه، چیزی که یخشه دوباره درش میکنیم، دوباره بیشولش میکنیم، دوباره میپزه، دوباره پختن درش هست، طعمش هم طعمو نیست، لاغ و یخ یه جور نیست. با وجود همینا که شولخانه روخ سخت گرفته و چیز یخ رو چیز یخ خوراک یخ آبه که نمیتونیم داغ بکنیم توسط اسرائیل، در صورت اجازه داریم توسط گوییم بهش بگیم بذاره رو پلاته داغ کنه برامون. پس بنابراین این موردی که مخلوقت پسکیم هست که اسرائیل خودش نمیتونه انجام بده، به گوییم میتونه بگیم انجام بده و باید اطلاعات داشته باشیم که مخلوقت پسکیمه. هر کسی نه از خوش بگاه این مخلوقت پسکیمه، پس من بگم بگوی من انجام بده و از ما کار داشته باشه، ریشهش بودنه یاد خوب ریشهش کجاست که توش مخلوقت پسکیمه. چیزی که به اون یاد دادن بخاطر هم میخونیم تا یواش یواش که اینا یاد بگیریم. پس به این موردو میگه میتاره که بگوییم بگه خوراکی هم که آبکیه بذاره رو پلات داغش کنه و امثال اینا. همچنین یه سران چیز دیگه موتر بگوییم بگن جایی که زمینی که فرش نیست، زمینی که خاکه، یعنی سنگ فرش نیست، موزاییک هم نیست، آسوده که جارو کنن جایی که خاکه، چون باعث خرید میشه، گودال میشه، یا پر گودالا پر میکنه، یا باعث گودال درست کردن میشه که اینا مثل جزء بینیانه سلطلاده هست. حالا اگر هم چیزی باشه مثلا بگوییم، چون اختلاف نظر پوستگیمه، بعضی ها میگن چون رو جایی که سنگ فرش هم نیست میشه جوار کنن، چون اینکه نمیخواد گودال درست کنه، میخواد چون اصلا خیلی گفایه، فقط میخواد تمیز کنه یا اشخال ها برده ببرد. چون این توی هم اختلاف نظر پوستگیمه، بعضی هم متعال میکنن که حتی توسط اسرائیل انجام بشه. بنابراین حتی بابیش که ما توسط اسرائیل وصول میکنیم میشه بگوییم بگن که جارو بکنه کجا؟ زمینی که پاکیه. باز مشابه مطلب میانه تو فصل 65 صفحه 12 هم خود داشته باشیم. مینا گشکنازی ها هم هست که لباس تمیز، لباس جدید و سیاه از خاک، مثلا اگر لباسشون تا نوه نو خریدن از اون نشد تمیز خاکی شده، اینا مینا گشونیه که تخمین گیران نمیتکنه اگه خاکی بشه ها هم بغل دیوارت شده یه جایی خورده، تازه کوچ شلوار جدید خریده سیاه هم هست مشکی تازه، اگه خاکی بخوره بش اشکنازه فهم میگرن تمیز نمی کنه نمی تکنه. از همچه که اختلاف نظر پست تیمه خاردی هم متعار میکنن میتونم نمی تکنه خاک اگه باشه، ولی تو این مورد رو اشکنازه هم میتونه بگیم بگوییم به تکونه تش، چون که این مخلوقت پست تیمه، پس میشه به گوییم بگن که بتکونیم. از اینجا باز میاره عرب تو پاورقی که سوال کردن از عرب یوسف از بده با بنی اشکناز، آیا مطلقه که تمیز کنن خاکی که روی کفششون تو شبات جمع شده، روی کفششون خاک شده، و میاره از شوای یدیسخاک که مطهر میکنه و اینجا نمیخواد که واکس بزنه تو دست با کاغذی، نه بروس که نه، مثلا خاک رو کفشو گرفته، مثلا رو مابر خاک گرفته، رو میز خاک گرفته، فرق نمیکنه. چرا؟ میگه چون میتونه با دست با کاغذی میتونه پاک کنه، چون یه تمیز بوده دیگه، روزی های کمی خاک رو چسته روش یکمی درسته که کمی براقش نمیشه، نه خواست شرم، نه نه براقش نمیشه بکنه، یک کارو که میکنه براقش که نکرده، فقط خاک از روش برداشته. بنابراین مثلا تو مبل و صندلی و میز و اینا هم تو مثلا مثلا یک دستمال بگیره بکشه روش، نه که وایسه اینجوری براقش کنه، براق کردن میبره و میاره، میبره و میاره، اینجوری نمیشه بکنه. ولی همجوری که هست به طبعا
تمیزش کنیم. یه هلخه دیگه هم بخونیم، هلخه آخری توی قسمت، تلتول مکفه الوه گوید. حالا در این حال میخواد به ما بگه آیا مقطه اگه باشه، چیز مقطه اگه باشه هم کلیش ملختاله ایسو، چیزی که مثلا کارش آسوره، برای احتیاج خود ظرف اگه باشه یا برای که دوزی نشه، مثلا دوربین داریم، آچار فرانسه داریم، دریل داریم، دریل پتیشون داریم، دریل مخصوص داریم، گذاشته مثلا یه جایی دم در یا جایی که تو پشت پنجره، خب این کلیش ملختاله ایسوره، ما میتونیم بگوییم، بگیم برای که ضرر نکنی یا دوزی نشه، نه یفته نشه که خراب نشه، میتونیم بگیم که جا به جا کنه و بذاره توی انبار. چون ما خودمونم میتونیم ورداریم اگر جاش بخوایم یا خودش بخوایم. درست مثل چکش. اگر بخوایم چکش خودش کلیچ ملخته رایی سوه تو مقصد خوندیم. چیزی که کار آسطور باشه انجام میدیم. در چه صورت ممکن جا به جاش کنیم که اگر خودش بخوایم یا جاش بخوایم. حالا البته نه جاش میخوایم نه خودش میخوایم، ولی برای که دود نه دودزن یا مثلا خراب نشه یا نیفته بشکه، میتونیم با بگوییم بگیم جا به جاش کنه، حتی برای که ظرفو خراب نشه از بین نره یا دودی نشه و نشکه، پس توی مورد هم مطلع بگوییم بگیم. چون میدونم موزکی میکنیم کنیم شد آخه شبت اونجوری که باید شاید انجام بدیم، مذکی بشه میگه ولا شهمان لازم جنرال نجات کامل و نهایت بشه نزدشم بیدن زخلا شما من بارو خدا نره بنام من دام بشه مشکل نرسل نرسلی هر طلاسی برای من شما نچه غیره دیگر روز چهار شبت در خواهی شبت رو ادامه میدیم و طبق روال معمول نکته پنداموزی رو از طرف نقه دوشا خدمت جماعت عرض میکنیم. چیزی که در رابطه با پالاشای وحیخی ما میبینیم نکات بسیار زیادی درش گنجونده شده. یکی از نکاتش که برخواه میکنه یقوبینو میگه خخلی نایم نیاین و لبن چه نایم خلاف، که کسی که دندون سفید به کسی نشون بده بهتر از یکی که کسی که بهش شیر میده بخوره. منظور خوشرویی و خوشرویی کردن و روی خوش به دیگران نشون دادن بسیار بزرگه از یه طرف، از طرف دیگه دلگرمی به دیگران دادن چقدر مهمه. و همچنین اگر کسی رو ناراحت کرد فکر کنه که اصلا وجود خارجی نبوده، هم چیزی وجود نداشته که ناراحتش کرده، میاره از دو طرفش اینجا ما نفسه میارن که یه نفر ابرخی بوده که بار میاد خونهش و میده که یه دعوتنامه عروسی بهش میرسه در خونهش از رفیقاش که توی شیبا با هم دیگه درس میخوندن و اینا با هم دیگه رفیق شده بودن، ولی الان چند ساله که اصلا هم دیگه ندیدن و دیده که ازدواج داره میکنه و تعجب میکنه، خب خوشحال میشه و باز میکنه میده که خواستیس عروسی رو دادن یه بلیت هواپیمای مال انگلیس هم توشه، یه حسیت اشتباه من باید ببینم کجای چی عوضی اومده هستم، ولی کسی که بلیت هست چیزه میده تا بالاخره خیلی سخته تا پیدا میکنه که شما تلفن مال خارج هم بوده پیدا بکنه، زنگ بهش میزنه و میگه بله تو رفق من هستی و من خیلی خوشحال هستم که به دست رسید و از من دارم میخواد بیای بلیت هم برات فرستاده، اما مثل تو مثل پدرزن من هست. چی؟ پدرزن من هست چی؟ میگه من اینقدر به خاطر وجود تو لازمه که حتما بیای. تعجب میکنه میگه جوریه یه رفقه اسرائیلیه، میگه برای تعریف کنم من موقعی که از انگلیس موقعی که جوان بودم آدم اسرائیل خیلی ها سختم بود، اولش که اومده بودم داخل شیوه شدم زبون بلد نبودم، فرهنگ اینجا بلد نبودم، چوریه رفیق نداشتم، خانواده اینجا نداشتم و خیلی سختم بود و بود با همه چی دست و پنجه نرم کنن و خوراک شباد موهد چیزا که نبود، همش با بود تو
یه جوری به سختی بگذرونم و تو سلام علیکم برو خدا هر روز هم جوری تختوز رو پشام میام با وجودی که خیلی لذت میبردم از سورا از شیوا برای که خط فشار روم زیاد شد خاطر که خب بالاخره تنها بودم مقدر دلگرمی نداشتم بکنم برگردم گفتم برگردم انگلیس و همون روزی که تصمیم گرفتم بارو بندیلون بستم که برم انگلیس صبح بلند شدم و با قدم های یواش یواش رفتم طرف شیوا و دلگرم نبودم ولی گفتم چجور من میتونم شیورو و ایتوراو یه همه چیزهای خوب چجور میتونم ول بکنم و از طرف دیگه مثلا دلگرمی خیلی نداشتم چون دوست نداشتم گفتم خب چرا من خیلی برخیم بابایی میگه حتی کسی از لحظیت من خبر نداره یه باری که دیدم یه نفر اومد و زد رو پشتم و گفت صحبت بخیر حالت چطوره خوبی و یه لبخند خوبی زد و یقه پشت پیرنم که وارونه شده بود و زهر کرده بودم صافش کرد و معتب کرد و واقعا اول پرسید و گفت چجوری اوضاع اول لیمود اینجا آموزش چجوریه چجوری میگذرونی شب کجایی روز کجایی و همجوری ازش میپرسیده و اولش میپرسیده بگی من دیگه وقتی هم دیدم خیلی دلگرم شد گفتم نه برای چیه شیوا از شیوا ویل کنم برم مثلا خلال یه نفر هست به من اهمیت بده یه اوارم بپرسه دیگه همی که خودش برای چقدر مهمه که یکی هست که اومد یقم صاف که یعنی برام تو برام اهمیت داریش برگشتم تو اتاق و وقتی که هشت دیشون بود زنگ دادم بابیت که وسائل همه چیم آمده بود زنگ زدم به بابا و مامانم گفتم من تو انگلیس گفتم من نمیام من بلیط هواپیما باطل میکنم میخوام همینجا توی شیوا بمونم یه دوستای خوبی دارم همینطور رفتم بلافاصله رفتم تو بیت میدراش و پرورستندر و کتاب گمران واس کردم با خوشحالی شروع کردم به لیمود کردم و واقعا لیمود تورام ادامه دادم تا اینکه آموزش تورام اونجا کامل شد دو سال و او جوانو که به زخوتش من توی شیوا موندم و درجه گرفتم تو بودی به خاطر تو من تونستم دو سال توی شیوا بودم بنابراین تونستم لیمود بکنم ولی بارو خشم بنتورا هستم همچنین دوی دختری که ازدواج کردم باباش تلمید خواهمه و الان بارو خشم میخوام ازدواج کنم و همش به زخوت تو و تو باید بیاید حتما تو عروسی من بیاد دیگه چقدر مهم مردم یه لبخندی که به یکی میزنه نمیدونه چقدر موثره چقدر کجا میتونه تأثیر داشته باشه برای آدم تو برعکسش اگه کسی به یکی مثلا ناراحتی میکنه نباید اصلا نمیاد حالا بدون من تعریف کنی یه فرد ازدواج کرده بوده بعد از دو هفته از عروسیش که گذشته بوده حرف تقریبا 40 سال شده داستانو میاد خونه پدرزنش یه بارگی مادرزنو دهنش باز میکنه با خخمه دهنش باز نمیکنه یه شروع میکنه یه میرزه داد و شلق روش میکنه و تشهر میزنه بهش و از که چی بود؟ ایچی کار بود تو که ایچی کار بود که ایموشتی چی بهش میگه بعد دو هفته پیش ازدواج کرده وقتی که میاد خیلی ناراحت بس دیگه قلبش از ناراحت و رنج و خجالتی که کشیده بوده نمونسته میره یا مستقیم میره پهلوی راوش اگان رو بیسته وی الیا و راسته یکی از تلمیدهای بسیار بزرگ یا رو بشهر مومن زوی بخمان باخم ده شروع که با گیره صحبت کرد و بابی دیو چیز بوده نام چطور شده به خودی عزت مصابانه شده و دار شرخ کرد مادر دنو و ببین چیز به خودی علکی تومت و مومت و چیزای بد و دروری و آبا من به خوخما دهنش واس کرد و گفتش که بگو بینم به کسی هم گفتی یه اتفاقی که افتاده برای کسی هم تعریف کردی برای کسی میگه نه به احدی من تعریف نکردم هیچ کس مستقیم از خودم از سرزنم اومدم اینجا من فعل شما گفت خب نگاه کن تو باید به خودت بقبولونی این خواب بوده حالا هم بشین من برات تعطیل میکنم خوابت باطل میکنم خواب دیدی
میگه بدون باش تو خواب دیدی میشین تا برای از خوابت هم باطل کنم. شب و صبح میشینن تو نفر خوابشون باطل میکنن باید میستن. میگه خل ما توا خلم خل ما توا خذیر خوب خوب خواب خوب دیدی خواب خوب دیدی خواب بدت باطله. حالا هم برای خونت انگاری چی اتفاق نیفتاده. همجور هم که حرف را بشون یه دو هفته گذشت و اومد تو خونه پدر مادر دانش همون زمان و همون موقع و همون وقت و که وقت پیشانه بود پدر دانش خب میدونست پدر مادر دانو بهش گفته در زنو میاد جلو و فعل و مادر دیمادو میگه من خواستم از تو معذرت بخوام زنم یه دو هفته پیش یه مشتیزایی گفت بهتون که واقعا شایسته نبود و اینا مادر زنو بعد آه خوبی خبر داده به شوهر رو هم داده گفته جود میاد بهش میگه که میگه من نمیدونم راجع به چی دل صحبت میکنه چیزی نبوده چیزی رستن نبوده هم چیزی نبوده که بگی مثلا که شاید خانمت خواب دیده خوابت چی دیده که میگه یعنی یا تو شب یه خواب بدی شاید دیده هم چیزی فکر کرده هرچی میگه نه من دارم بهت میگم میخوام معذرت خواهی کنی من به او علامت به ای علامت میگه نه خلامات چرا بده برو خواب دیدی اصلا من چی میگی من اصلا من چیز دیدی انگار تو فکر کنی تو بخواست از بس خستت اون بوده و کارهای چی بوده میگذر بعد دیگه اینا و هم دیگه خیلی خواب کارش دیگه بیشتر زنه باشه اینا مثل که حسیش رو ها بریخته بودن اما میدون خب خاطر همین خواهد بگی وقتی یادم یه چی میفهمه بعد دم بعد موقع اصلا فکر کنه خواهد به خاطر همین چون هیچ کس هم نمیدونسته واقعا فکر کردن خوابه میگه خواهد دخترش هم همزده شوهر چیزی نگفته بینه همین باعث میشه که همه کی ساکت و آروم و شلوم بعد این چندین چند سال ای تقریبا چندین نسلا در نسلش درها درها نبه و نتیجه و نبیره و اینا پیدا میکنه که به خاطر اینا میگه ز خود اینا هم به عیال وار میشه و میگه چی؟ اگر اون مقومی پکن همه چی؟ دیگه اینا هم از کدی می آورد حالا به درمت توی که از داشت میگه این بعد از 40 سال صد برخواد نوه و نتیجه و نتیجه و نتیجه چون اینا 18 سال از دارد کنن خصیز ما میگه اگر میخواستی به پکنه چی گیرش نمی آمد یعنی اون خواهد بگه ادم خیلی مهمه بخاطر همی یوسف صادق هم اصلا نیزاش که این چیزی بدی گفته بشه یعنی توی پارشا بود و میگه شما لمیخیاش رفتیم و خوشحالی میکنه راضی میکنه بله بله خوشحالی و خوشحالی هرچی هم که ادم اولا دیگه هم به روی خوششون بده دوما اگر یک چیزی بدی گفت فراموش کنه برمیگردیم به علاقه خب دیگه ما تورا به خاطرم تورا میخونیم درست میفهمیم واقعا خودش برخو به ما تورا داده درس انسانیه که بوچین آدم خودش بسازه اگر نه آدم مثل ایوون ساخته شد اگر خودش کار نکنه اگر نخونه تورا نخونه بیاد بوچی دارش نکات های مختلف موسا رو پندان درس بوچ بکنه باعث شه که آدم بدونه که باید خودش عمل کنه خودش کار بکنه یه چیزایی هست که باید تأثیر بده و ترمیم کنه و تأثیر کنه. شما دو برخ مذاکره میکنه که بتونیم رو خصلت‌های بدمون کار کنیم، خصلت‌های عالی خودمون رو بیاریم بیرون و این آدم درجه عالی بشه مثل ملائک. برمی‌گردیم که علاقه‌های امیرالگوی بودیم، رسیدیم به علاقه‌های 65 و می‌خواد اینجا صحبت کنه برای اون راجع به نوشتن تو شبات توسط گوییم برای کار میسوا. حالا چجوری مثلا دیگه جماعت های هستن دست دارن از قبل رسمو داشتن البته گوییم میارن میذارن تو پشتک کنیسا از جمعه اونجا نشسته که هر کی میاد تو کنیسا یه لیستی دارن یه لیست از قبل دارن اسامی این نامه که هم میدونه گوییمو ثابت هست و برای کسایی که اراج میکنن برای کابود تورا میدن اسمشون علامت بزنه پول هم که مقداری هم که اراج کنن دیمیسه جلو باشه
بویمو میگه اینا اگر همچی رسمی دارن یه جایی هست تو هلاخا که بهشون اجازه میده که کارو انجام بده، ولی میگه در حقیقت واقع بهتره که این کارو بذارن کنار و کارتیست های مخصوص هست درست کنن برای عراض که کسی میکنه که نمیخوان بینیستن بگن گوین بینیستن. حالا از کارتیست هست، ولی یه موقع مثلا یه موقع شبات یه موقع هست شما بید مثلا توی خارج مثلا تو مکزیک میرید توی فرانسه میرید ببینید که مثلا توی پشتکوی گویم یه گوشه نشسته و شبات داره اینا میشناسه اینجا چند سال کارشه میدونه که کی اسمش میدونه چند هم احراج کرده میدونه میگه اگر که میدونی باعث جنگ و نزا با گب کنیسه نشد یاد بگی بهش بگی نکن چرا کار میکنی اینا دیگه رسته که قبلا داشتن در صورتی که به شرطی که گویمو اولا جایی که پنینی باشه بشه بشینه نه تو جایی که همه جلو همه یکی بشینه بینیسه نه تو زد نشیم نه تو زد گواری نه جایی که مهدت ها نزنه جلو جماعت خوب نیست چون کابد شبار نیست کاری به شباته بابا چی گویمه یه گوشه اکی برنش ایجای درست کن پشت پرده ای که خودشون و در چه صورت میگه اینجا در صورت گوین با دستخط خارجی میدیسه دستخط عبری نیست این دستخط ما هم دستخط کتابی تورایی که میدیسیم او طبق نظریه که میفهمان حتی دستخطی که با رو کاغذ میدیسیم گرده ها نه ای که تورایه گرده چون بعضی نظریه هستن که میگن دست خطی که از تورا اصول کردن فقط دست خط تورا کتابی دست خطی که ما بهش میگیم اشکنازی گرده یا دست خطای خارجی ها میگن این دربانان دستورش دربانان فرق مثلا این سور دربانان دربانان اینجا حالا مثلا برای امیرال گل و میشه شبود نیش بود یعنی گفتن بگوییم جایی که ضرره جایی میسمام هست میسای علی هست کم ضرره به اضافه نظریه به علای تور و دانشمندهای دیگه که اجازه میدن که گویی مثلا ملخای از سور تورا هم در جایی که میسپاس انجام بده پس ما میتونیم اینجا ترجم کنیم و به جایی که رسم داشتن هست هم میتونم به رسم نظام بدن تمام اینا کنیسه‌هایی که تا حالا هم توی رسمی داشتن انجام میدادن ولی اگر بخوانی رسم رو از اول بیان خب والا دیگه علی کنگی متاره خب پس ما هم بریم گوییم بریم بیاریم بذاریم اینجا بهتره اون من حالا گیچ میشم روی کارتوس رو بیارم آخه تو داری تو نمیدونن این کرده داده کادو داده به او ماله او بوده ماله ای بوده گیچ میشن تختشونه میگه پس ما هم بریم گوییم بیاریم میگه نه نمیتونید کارو هرچی که حالا اینجا متارکه برای کسایی که تا حالا همچی رسمو داشتن ادامه بهشون اجازه میدن ادامه بدن ولی اگر بخواد از اول چندین سال جلو ولی اگه بخوان الان جدیدن بیان تو کنیسه مثلا لخط خیلا هم چیکار بکنن باید جلوشون بگیرن و ما وقت سخت بگیریم اجازه نمیدیم بهشون که بیان گوین بیارن که بخواد بینیسه بابوشی که تمام شرایط هم میخواد اجرا بکن حتی کنیسه هایی هم که رسم دارن که مجاز میکنن خیلی خوبه که راهنماییشون کنن اثبات کنن براشون گبایی ما با لفظ نرم و گرم باشون براشون توضیح بدن با نرمی که مانع ای رسم باشن رسم بزنن کنار گوییم نه یارن که بینیسته چکار کنن؟ این علامت های ماله کاغذ ها و پیتک بزنن کارتیس ها همونطور که خیلی جا رسمه همچنین توی رسیس باید لفق دوشا ما اصلا دیگه همچی چیزی ندیدیم که جایی توی اسرائیل همچی کاری بکنن که تمام ایرس اسرائیل همه این به صورت کارتیس انجام میدن اینچه که اینجا آوید سف توی خزان و جام میاره و اینایی هم که قبلا سبک میگیرن خوبه که اگر اونایی هم که سخت میگیرن جایی هستن سبک میگیرن ببخشید
خوبه که برای یک گویمه یک نوع خودکار پیدا بکنن، یک خودکارایی هست که بعد از 12 ساعت پاک میشه، وقتی می نویسن پاک میشه. پس بنابراین این بهش میگن نوشتنی که متکیم نیست، چون نوشتنی که از تورا هست چه نوشتنی هست که دوام داشته باشه، ثابت باشه، ببونه. اگر این نمیمونه دربانانه، پس میشه شهود دشهود، مثل که به دربانان گفتن برای میتوا متعرف گفتن نگوهین و ملخ مولان شهر کن نیابید برای الاخره 66. حالا میگه باز مثلا اگر احتیاج داشته باشن که دکتر دور از جون یه نفر فوت کرده، باید حتما تودای پتیرا بنویسن، یعنی سندی بنویسن دکتر باید بنویسه که فوت کرده تو شبات قبل از اینکه پستش تموم بشه. اگه پستش تموم بشه امکان داره کسی پیدا نکنن و بعدن قبوراش به تعویق بیفته، قبورا به تعویق بیفته برای نیف خوب نیست، سختی میکشه، هرچی زودتر برسه به خاک آرامشش بیشتر. یعنی شبات فوت کرده، شبات که نمیشه خاکش کنن، ولی باید ادوان یه نوشته ای بدن، نامه باید بده که قبورا قدش قبول کنه که جابش بدن تو به تقبرات. تا این نامه و از بیمارستان ندن اینا نمیتونن اجازه ندارن، چون اینا مثل زنجیر داره، تا این نامه اومده نباشه جا بهش نمیدن. حالا اگر بخوان هم صبر کنن تا شبه شنبه دکتر میره، شبه شنبه هم دکتر دیگه نیست تا فردا. پس اگر بخوان شبه شنبه بخوان به قبورا برسوننش، امکان داره که به تعویق بیفته و برای زمینیت سخته، زجده، هر یه لحظه زودتر به خاک برسه بهتره تایی که بخوان معطلش کنن و اینجور نگرش دارن. خاکه به میته آرامش میده که به خاک برسه، نظر نشمایه. و آدم میگه اگر جوری هم بخوان صبر کنن طول میکشه تا بعد از شبات. پس مطاره به دکتر اسرائیل به گویمو بگه که بین نیسه تودای فوتش، تودای سند فوتش بین نیسه، با تکیه بر چیزی که گفتیم نوشتن و نوشتن با خط گرده به ایستورش در عبانانه و برای سورخ مصباح استاب میشه. و بنابراین به گویی میگه، میگه یه هم چیزای دیگه هست که اینجا عرب اجازه میدونم. شماره 67 همونطور مطابقه هم چیزی باز جایی که هست احتیاج داشته باشن که میخوان کاغذ بدن بیماری که در بیمارستانه بایستی بیاد بیرون شخرش کنن، آزادش کنن که اجازه بدن بیاد بیرون از بیمارستان، بعد حتما مجوز صادر کنن. حالا تو شعبان اگر خورش این با سکانه بیماری که سکانه نداره ولی هنوز احتیاج داره که بهش برسن تو خونه، دیگه بیمارستان نباید باشه، باید تو خونه باشه. حالا اگر لازم باشه که ببرنش بیرون میشه بهش بگن که گوییم بینیسته این سند بزن مجوزی که آزاد بره بیرون از بیمارستان. سرجم میکنیم نظریه که نوشتنش هم نوشتن به صورت اشکنازی گرد میسته که ایسورش ایسور تورانیست به خاطر مریض که تخته نکشه اجازه میده. شماره 68 میگه هر که بین میسه گوییم که بتونه از بیمارستان بخواد بیاد بیرون و دستورات کنه که ندارن تو بیمارستان بخواد بکننش بیرون به گوییم دیگه هم بیرون گوییمه باید کنه هم گوییمه، ولی بعد بگن بهش که بین میسه اگر خواهش میسه خوب بین میسه، در صورتی که بعد حتما بگن بهش که بینید. حالا میشه بهش بگن باید بیار خونه، مرخصش نکردن ولی باید بره خونه
که خونه بهش برسن. بیمارستان بهش نمیده. خودش میخواد بخونه. که. حالا یه وقت تعهد میخواد بخونه. کی؟ مریضو. اجازه بهش میدن. میگن میتونه برسونه. اجازه شفایی بهش میدن. ولی به خاطر که بره بیر خونه میتونه همجیر بره خونه بره خونه بره. بعد درش میرسن یا نه؟ اگه بیدیست خونه نشته مشکلی نداری. اینجا در عدیم اگه لازمه که حتما یه نامه شیخ رو بید میسن، مثل مثلا دور عدیم یک کسی تهره، مثلا یه مسئله پیش میاد میره تهر، باید کاغذ بده که بره بیرون. یا نه یه کاغذ بیرون که اجازه بدن بره بیرون. بیش میگن بعد در جاستر عمل بسید تو شبات. حالا مدار بهش بگم تلفن مثلا معنی شبا معنی شبا منال بکنم میکنم میخوام هفته بهش بکنم بلیسون بگم بگم معنی شبا معنی شبا بعد اینجا بعد بلیسی یا بایه اومان بگیم به طرف بایه اومان بگیم روزو بعد عمل کنه. آه نشته به طرف ارتیبه ها شد بسیوان پس یه چیز دخوفیه. حالا میخوام بگم بلینسون من نخوام بگم بگم معنی شو بعد در جایی که خودش فکرش بهتره مهم حالا بگم 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 تلفن بزن معنی شو بگم تونن خورم موید بگم دکتر نداریم بگم خورم کجا معنی شو کار بگم تلفن بزن معنی شو بگم معنی شو آره خلماید بود؟ خلماید بود تو خلماید سبب کرده خاطر ای که خلماید تو شبت خلماید بوده که ولی به خاطر سکانه بوده میتونه سه گفته بودن بوریه میتونه بهش بگه که تلفن بزنه بگویی من و اگر جا اگر جا داشته باشه که میتونه ببرد چون مسئله یعنی میتونه بینیسته جماره 68 هم باز ادامه میده توی این مورد میگه هر جایی که تو علاقه گفتیم که بگوییم میشه بگن موتره بگوییم بگن یک کاری تو شبات انجام بده حتی اگر گوییمه مزد میگیره بابت یک کاری که در انجام میده موتره. بعضی هم میگن سخت میگیرن میگن نفت نگیم برای چون داره پول مخواد بگیره موز نمیگیره نه برای اصلا چیزی که موتار کردن موتار کردن دیگه فرق نمیکنه در چه وضعیتی که باشه. رسیدیم به علاقای امیرال گوی به شهر سونیم. حالا ما تمام ساعتهایی که داله کردیم دستور دادن به گوییم در مورد کارهای شبات بود. خب این سوره شبات تو روز معمولی این سورهای دیگه هم داریم از تورا این سورهای تورا. آیا ما بگوییم میتونیم بگیم این کارهای این سوره تورا رو انجام بده برای ما یا نه؟ حالا اینجا عرباد صفی توی قسمت نه شبات نیست. خب حالا مثلا اینجا برامون میاد آسوره که اسرائیل بگه بگوییم. خب ما بدونیم که مثلا کار شبات کار دورایته نمیتونه بهش بگه، ولی در صورتی که خوده سکانه باشه میتونه، خودش این مسکانه باشه در صورت کارهای درابانان باشه موتره. آسوره بگوییم حتی حالا ای تو شبات نمیشه ما بگوییم بگیم کار تو رو انجام بده. درست؟ اینجا را دریچه جدید باز میکنه. آسوره بگوییم حتی تو هفته بگن که کارهای ایسوری که آسور از توراهه آسور از تورا انجام بده. بنابراین مثلا آسور بگن بگوییم بیان یه حیوانی خاجه کنی مثلا بچه مثلا فرض کن میخوان چاق بشه خروسو میگن مثلا یک کار کن که دیگه تو گنگی نگی. یا مثلا حیوان دارن بهره دارن میخوان مثلا چکارش کنن لسالتش کنن خاجهش کنن. حالا میشه بگوییم کلن بگوییم میشه بگن حیوان رو تاریس کنه حتی حیوان ناپاک. اگه کسی سگ داره گربه داره یه بار سوال کرده بودن تو کوالخا
آیا میتونن یا نه؟ نه که خود اسرائیل نمیتونه، حتی نمیتونه به گویین بگه کار بکن. این سوره تورات سوره که حیوان را از زاد و ولد بندازن، آجش کنن، یالا همطوری که برای اسرائیل سوره به گویین هم نمیتونه بگه، کاری که از تورات سوره آدم نمیتونه به گویین بگه انجام بده. حالا یه چیزایی هست، حالا یکی برامون موازی میکنه، ولی مطره بگوییم بگن سایر اسورای سایر آسورا که فقط اسور دربانان باشه انجام بده، با وجودی که تو شبات برای اسور دربانان ما سخت میگیریم، میگیم چی؟ اسور دربانان شبات چه موقع مطره؟ اگر جایی مصرا باشه، جایی که مریض باشه، ضرر سنگین باشه، کار جماعتی باشه، اون موقع مطلقه به کار دربانان بگیم تو شبات، به آسونی آسون نمیگیریم، ولی سایر این سورهای دیگه اجازه داریم. بنابراین مطلقه به گوییم بگن مثلا ارز پسخ، جمعه موعد پسخ از دوازده ظهر به بعد آسوره کار کنیم، آسوره خخامیم آسور کردن، ولی به گوییم آدم بتونه بگه که کار کن برای بعد از ظهر جمعه پسخ. ولی آسوره بگوییم بگن کارهایی که مثلا از کار آسوره از توره است، یوم تو و خلماید انجام بده، دین یوم تو و دین خلماید مثل دین شباتی و شبود دشبود. گفتیم که اگه بگوییم بگن که بگوییم دیگه بگه یا دوتا آسوره درابنان انجام بده، جایی که میسواه متاره مثل شبات، جایی که مثلا مصفا باشه، جایی بیمار باشه، جایی زهر سنگین باشه، جایی جماعتی باشه، چه یوم توب، چه شبات، چه بود دشوتی باشه متره. خانم های در متره بگوییم بگن حتی کاری که کامله برای مصفا، مثلا میخواه میخوان درست بکنن، متره بگن درست بکنن. گوییم بهش میگن انجام بده، خلم های نه خلم های داره میگن. کاشتن دو نوعه، میدید دو نوعه کاشتن بسیارش از طور هست، گندم و انگور، یعنی تو تاکستان اگر انگور بکنن این از طور هست، یه از دوره هستن، ولی بقیه چیزا هم که کاشتنش از خخامیم هم داریم، ولی سبزیجات همچنین فاصله هاشن مشخصه که فاصله بین هر زرعی با زرع دیگه. پس نباید کلعیم اگر بخوان دو نوع بکارن آسول رو بگن بگوییم کلعیم بکاره تو سهرهای اسرائیل، ولی مطاره بگن تو سهرهای خودش بکاره، چون نشته سادخال و تیز دکیل این مراجعه تو خزمه میاره آسول یا مخانون اگر کمال اسرائیل باشه نمیتونه بیاد برای تو سهرهای اسرائیل بکنه، برای تو سهرهای خودش گویی میکاره. حالا آیا مطاره که من بگم بهش برو تو سهرهای خودت بکن؟ عملو اسوره بگویم، گفتیم برو اگه بگویم بگیم بیا تو سهرهای من به کار آسور، تو سهرها من برای من آسوره، برای گویم آسور که نیست. خب نه اینجا نوشته که وقتی که دو نوعه بکارن، چون از پسوخ اونجا دلیل میاد، دلیل برای چیز برای پیل عیم دلیل میاد که چرا متره، چون نوشته نه نوشته لوتیز وکیل عیم، چون نوشته پسوخ صادقا لوتیز وکیل عیم، صادقا و اضافه تهرات تو اول که نمیکنه، ولی راجع به ساریس کردن نوشته نه نشه ساریس نکنه، نشه ساریس
خلیونت ننوشته به امتخان از دستویس یعنی سرویس نکن. اگر نشد ایوونه که شما میفرمایید چون از پاسخ یاد میگیرن دیگه، او از پاسخ نداریم که فقط منحصر کرده باشه به اسرائیل تنها، کلی بسته پس منحصر واقعا خود را بدسته تو خزانوادی خیلی گیمر میاره صفحه تافتای تادیک هی را بنده رفته دیگه شاید مفصل تر خوندیم چون را وقت نداریم صورت کامل اونجا مفصل صحبت میکنه بحث میکنه راجع این مسئله نوشته اونجا نوشته چون نوشته صادقا و بحث میکنن که آیا چجوری میشه متعال کنه که بگی بگو هم چیزی که شما سوال که میکنه اونجا هم مطرحه. میگه به خاطر که نوشته صحرای تو پس فقط صحرای مال اسرائیل، یعنی سوال شما اینجا جنبه جواب پیدا میکنه که من جوابی که من به شما دادم کامل نبود، یعنی نه فقط نکاشتنش حتی جاش هم مهم چون نوشته صادقا به خاطر پاسوق، ولی مثلا برای او برای ساریس کردنه نه چون نمیشته که نگفته به امتیخا ایمون خودت که مثل اینجا که میگه صادقا سهرای تو نمیتر پس به گوییم بگن که برای تو سهرای خودش بخواد بکار و میتونیم مثلا آسوره به گوییم بگن برو پیوند بزن یه درختی که از نوع خودش نیست، از یه درخت به یه درخت دیگه، از این نوع به نوع دیگه، مثلا سیب و فرض کن بگو پرتقال نمیشه. حالا این از تراست ولی از ذربانان مثلا میاره خود عرادت اونجا هم تو کتابشون اینجا هم میگه پرتقال و مثلا لیمو و اشکالیت بعضی ها میگن اینا مثلا ربانه چون امکان داره واقعا دو نوع نیست، امکان داره یه نوع باشه، اینا پره ها داره مرکب ها نیست. خاطر هم میگه اگر بگوییم بگی از لیسنه ایور لوتیسن نخشل گذشت که اگر بگوییم بگی برو پیوند دادن این درخت و از یه نوع به نوع دیگه چون که به نه نوخ به ننوخ هم آسور کردن براشون که پیوند بزنن درخت، پیوند درخت هست به ننوخ هم آسور، پس برای گویی ما هم آسور پیوند نوعی به نوع نوعی که نوع خودش نیست البته مین بشه نو مینو و اینا همش جزو کلایم اسلام میشه، کلایم از تو را. ولی درخت هایی که شکه که آیا کلایمه مثل مثلا پرتقال گرفروت لیمون لیمون شیرین که شکه یا نارنج اینا که مثلا خوش بهش میگن به صلاح پرتقال وحشی شکه که آیا اصلاح میشه از این نظر مجاز میکنن که بگوییم بگن که اینا رو چکار کنه پیوند. با میدرشم رفته دیگه چون نکات دیگه هم هست راجبه که راجبه بخور که متولد میشه توی رسلا گله هم سالینی یا جا راجب رسلا قسم یعنی کسایی که شعبت بازی میکنن اینه که رسلا بزرد چه این مورد بزرد چه افتی راینده برخواه میشه میرین فصل کردیم چون با مذکر میکنیم که میکنیم بزرد خود شب باز جاد کامل بکنیم و تندرست سلامتیم امام ازای سایی نام سلام و خواهی سلام 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 سلام